خبری که امروز بی بی سی آورد و مربوط به پیام محرمانه آیت الله خمینی به دولت کندی، که در اون موقع خمینی در حال نامنگاری با کندی بوده و این در همون زمانی بوده که انقلاب سفید شاه در جریان بوده و ایشان انقلاب سفید رو میکوبه، برنامه اصلاحات اقتصادی اجتماعی و همینطور کوبیده حق رأی دادن به زنها رو و زمینهایی رو که بین زارعین تقسیم کردن. خبر این نامه بسیار جالب بوده و گویا در عید نوروز 1141 ایشون عزای ملی اعلام کرد، چون به هر حال به خاطر مخالفت با تساوی حقوق زن و مرد که چرا اجرا شده. من خیال میکنم اگر کاری ندارم اصلا به سیاست، اگر واقعا زنان حق رأی نداشتن و تساوی حقوق تا اونجایی که مقدور بوده نبود، اگر این آقای خمینی آمده بود و این انقلاب میشد، الان زنان ایران بعد مثل این زنان افغان که برقه سرشونه باید اونطوری بودن، این زنها بودن که ایستادن. شما راجع به این نامه و مسائل اون موقع چقدر در جریان هستید؟ که حتما بسیار هستید. عرض کنم که خب از چند نظر این مسئله مهمه. یه مسئلهش اینه که در آمریکا همیشه اسناد محرمانه رو بعد از چند 30 سال بعد یا 60 سال بعد یا 20 سال اینها رو منشر میکنن. یه سریش رو هم به اصطلاح میتونن درخواست بدن، حتی شهروندان به آرشیو ملی بگن آقا ما اینو میخوایم، اونا بررسی میکنن منشر میکنن. حتی امروز دیدم که یه سند بسیار مهمی رو یا سری اسناد مهمی رو روزنامه بلومبرگ درخواست کرده بود از آرشیو ملی، دیدارهایی که در زمان نیکسون وزیر خزانه داریش در عربستان بعد از اون تحریم نفتی معروف 1973 که رفتن اونجا 100 میلیارد دلار عربستان اوراق قرضه آمریکا رو خرید. خیلی مسئله مهمی از نظر اقتصادی و سیاسی روابط آمریکا و اینها محرمانه بوده به درخواست پادشاه عربستان، ولی بعد از مدتی اینها چون زمانش گذشته مجبورن چیکار کنن، منشر کنن. این خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که ما در مملکتمون یه واقعی اتفاق افتاد 37 سال پیش، یک مش آدم عقب مانده عصر حجر اینا اومدن بر مملکت ما حاکم شدن. حالا ما در آمریکا میبینیم اسناد بیرون میاد، ما اگه از همین سند رو به اصطلاح معیار بگیریم برای اینکه چه اتفاقی افتاد، چون 37 ساله بوده تلاشایی که بررسی بکنن، ولی ما مثل خیلی از ملت‌های دیگه شاید کم بیشتر تئوری‌های غیر واقعی، تئوری‌های توطئه و بدون تکیه بر اسناد و مدارک، ایده میگن آمریکا به خاطر اینکه نفت رفت بالا و شاه با قرارداد کنسرسیوم مخالف بود می‌خواست شاه رو بندازه، از کنار برکنار کنه. بعضی‌ها میگن بریتانیا کبیر بود، بعضی میگن اسرائیل بود، اخیراً بعضی میگن نخ کاگبه بود. هیچ کدوم هم سند و مدرک نیست، ولی میبینیم سند و مدرک کم نیست اگر کسی بخواد دقیق بررسی بکنه، ببینه چه اتفاقاتی افتاد، ببینه در اون موقع در کاخ سفید سر مسئله ایران چه اختلاف نظرهای بسیار جدی و تمام این اسناد بخش مهمش منتشر شده، همه هست. حالا این سند چی میگه؟ این سند موقعی که درست میفرمایید، من نامه خود خمینی به شاه هست و میگه که در اون نامه اعلی حضرت که حق رأی خلاصه به زنان نباید بدین و این باعث نگرانی به اصطلاح آیت الله هاست، علماست، اسلامه. از اینجا شروع کرد. واقعا خب اینا یه بخش تو خود آخونده، اینا دیگه خمینی همه بدتر بود، از اینجا اختلافشون شروع شد. بعدم بالاخره آخونده ریشه اجتماعی آخونده فئودال ها بودن در اوایل دهه 40 ایران یه تحولی که شد، یعنی انقلاب سفید و اصلاحات ارضی یه تحولی کردیم که جامعه سنتی فئودال ایران رو تغییر داد به جامعه ای که به طرف سرمایه‌داری بره، جامعه مدرن آخر قرن 20 رو میبره. پایه به اصطلاح سنتی
روحانیت و به اصطلاح بخش طبقاتیش فئودال ها بودن. بنابراین همه اینها مخالف شاه بودن. دلیل اصلیش هم این بود. این نامه ای که نوشته خمینی، اون موقع آیت الله درجه یک نبود. اولا آیت الله بسیار مهمی بودن، در رأسش آیت الله بروجردی بود. خمینی محلی از اعراب نداشت، یا آخوند بسیار روحانی درجه اول مرجع تقلید نبود. بعد این نامه که در این نامه نوشته که ما با آمریکا و من اینکه آمریکا منافعی در ایران داره و رابطه با آمریکا مسئله نداریم. خب هیچ کدوم آخوندان مسئله نداشتن. اون چی که حیرت آوره با حرفایی که امروز میزنن، یا حرفایی که بعد خود خمینی اومد در ایران کرد. درست؟ اینو نوشت و بعد از نوشتن این نامه یه سخنرانی معروفی که حتما شما هم خبر دارید من. که این سخنرانی معروفی که در فیضیه قم خمینی الهی کاپیتولاسیون، که بله نمیدونم اگه یک جنرال آمریکایی بیاد یه نفر ایرانی رو زیر بگیره نمیتونیم محاکمش، ما از این حرفا برصورت تبعیدش کردن. بعد از اون تبعیدش کردن تا رفت به پاریس. در این گزارش بی بی سی اومده این جریان رو وصل کرده به اقامت خمینی در نفل و شاتو قبل از انقلاب و مذاکراتی که اون موقع با آمریکایی‌ها کرد، که اون موقع با آمریکایی‌ها خمینی همینو گفت، گفتش که ما شریان نفت رو قطع نمی‌کنیم، قطع رابطه با آمریکا نمی‌کنیم و و. خب این قسمت اولش جدیده، اون نامه‌ای که از طریق آیت الله کمره‌ای ایشون خمینی نوشته بوده با آمریکا، این جدیده. مهمم هم به خاطر اینکه عقلش می‌رسیده. ببینید اون موقع آخونده درجه دو قوم فکر مکاتبه با پرزیدنت کندی بوده، یعنی معلومه خیلی آدم باهوشی بوده، نقشه میکشته برای آینده. اما بخش دومش که ابراهیم یزدی دستیار خمینی رو در پاریس نشون میده و مذاکره با کارتر، این رو بارها و بارها ابراهیم یزدی گفته. حالا من این رو اضافه بکنم که در پایان برای اینکه طولانی نشه، اینه که آقای کارتر عزیز، من در جریان انقلاب، در جریان بسیاری از این بدبستان‌ها بودم. خود ابراهیم یزدی در گزارش که داد، چون وزیر خارجه حکومت شد در اول انقلاب و واقعا هم مورد اعتماد خمینی بود، میدونید تنها غیر روحانی بود ابراهیم یزدی، تنها آدم غیر معمم یا غیر عمامداری بود که میتونه سهم امامی که به خمینی، سهم خمینی رو مسلمان ها به ایشون بدن، ایشون میتونست دریافت بکنه. خمینی خیلی بهش اعتماد داشت، به دلیل همینم هم که قبل از اینکه راه بیفته از عراق بره به پاریس، بلافاصله یزدی رو خواست، یزدی اونجا رفت و همیشه هم پیشش بود، توی مذاکرات هم بود. خود ابراهیم یزدی حرفی که میزنه میگه که مذاکره با آمریکا از سه طریق بود، از سه طریق در زمان انقلاب از توسط خمینی. یکی در ایران بود که نمایندگان خمینی، موسوی اردبیلی بود، مطهری بود، در بعضی از دیدارها بازرگان بود که از آمریکا رفتن اونجا، جنرال هویزر مهمترینش بود. برخی از ارتشیان هم شرکت کردند که بعد در آخر خیلی روراست بود که تیمسار مقدم رئیس ساواک بود که بعد از انقلاب هم خمینی بلافاصله کشتش، تیمسار مقدم. برصورت یکی این بود، یکی همین که پاریس خود یزدی گفته مفصل، یکی دیگه هم که ابراهیم یزدی به نظر من از همه مهمتر اشاره میکنه این بود که محمد بهشتی که رئیس حزب جمهوری هم شد، تقریبا میشه گفت که به نظر من به غیر از رفسنجانی که خیلی نزدیک بود به خمینی، تو تمام آخوندهایی که به غیر از طالقانی که با خمینی زیاد نبود، صد درصد آخوندهای نزدیک به خمینی بالاترین، ارشدترین به اصطلاح آخوند محمد بهشتی بود. محمد بهشتی چندین ماه قبل از انقلاب به آمریکا رفت، به واشنگتن رفت. خود ابراهیم یزدی توضیح میده، میگه که اومد پیش ما در تگزاس، هوستون بود اون موقع، ابراهیم یزدی رئیس انجمن اسلامی و اینها بود، میگه چند شب پیش ما بود، رفت واشنگتن. میگه ما حتی اصرار کردم که واشنگتن تش میبرید، اجازه بدید که دوستان ما واشنگتن به شما مثلا سرویس بدن. گفت نه خودم میدم. خودش رفت و اون مدتی که در واشنگتن بود
هیچ کس نفهمید ایشون چی کار کرد. و حتی یزدی در یه مناظره علنی که من متنشو داشتم در کنار دانشجویان خط امام عباس عبدی و اینها بود، گفتش که آیا درسته که، پرسید از عباس عبدی، آیا درسته که در اسناد سفارت آمریکا بخشش مربوط به مذاکرات محمد بهشتی، آیت الله محمد بهشتی با آمریکایی ها بود و شما اینها رو منشر نکردید؟ گفت بله عبدی بود، ما اینا رو بردیم پیش امام، امام گفت صلاح نیست، حالا که گذشته. یعنی هر چی راجب امیر انتظام و بقیه بود و منشر کردن راجب. بنابراین مذاکره همیشه بوده. این که خمینی بعد از اینکه قدرت رو گرفت زیر تمام اون حرفاش زد و سفارت آمریکا رو گروگان گرفتن و این جنایت ها رو کرد، این دیگه از ماهیت خمینی جای بحث دیگری است. ولی این سند به نظر من میتونه بابی باشه در اینکه به دوران قبل از انقلاب یک بار دیگر نگاه کنیم، اون روند رو ببینیم و ببینیم چه شد که یک همچین فاجعه و بلایی بر سر ملت ایران اومد. در این سند که امروز منتشر شده میگن خمینی در نامه‌ای که برای کندی نوشته که متن نامه به انگلیسی اینجاست، خمینی توضیح داد که او با منافع آمریکا در ایران مخالفتی ندارد. برعکس او اعتقاد داشت که حضور آمریکا در ایران برای ایجاد توازن در برابر شوروی و احتمالاً نفوذ بریتانیا ضرورت دارد. جالبه آقای دایی عزیز. بله. نه؟ این نشون میده خیلی آدم باهوش و سیاستمداری بوده. اینا از آخوند حجرنشین قم خیلی بالاتر بوده. این حرفایی که میزده توازن نیقوبا، این که اصلا نامه نوشتن اون موقع به عقل این آخونده نمیرسید که این نامه بنویسه به رئیس جمهور آمریکا در اون شرایط. و خیلی حواسش جمع بوده و چه حسابایی میکرده نمیدونم. البته میدونید که اصل نامه رو منشر نکرده. این گزارشی که گزارش اون نامه است، خود نامه رو هنوز تصمیم نگرفته که آمریکا منشر بکنه و امیدوارم که اونو منشر بکنن کاملتر ببینیم که چی گفته اون تو. بله، در یک جا دیگه میگه چند روز بعد از بازگشت به قم، برای اینکه در تهران بوده رفته به قم، خبر روزنامه اطلاعات رو که نوشته بوده که با آمریکا چیز داشته، روابطی داشته و نامه نوشته، گفته کثیفه و تکذیب کرده و ماجرای عقب نشینی مصلحتی را برای مردم تعریف میکنه. میگه آمد یک نفر از اشخاصی که میل ندارم اسمش را بیاورم، گفت آقا سیاست عبارت از دروغ گفتن، خدعه، فریب، نیرنگ، خلاصه پدر سوختگی است و آن را برای ما بگذارید، آن را برای ما بگذارید، یعنی بگذارید که ما این کار را انجام بدیم. جالبه. بله، ما نه خب خمینی که خودش یکی از بزرگترین دروغگوها بود، واقعا نمیدونم واقعا چه با قضاوتی که تاریخ در مورد این خواهد کرد. تمام حرفایی که تو پاریس میزد برم ایران نمیدونم همه آزاده، همه اینا خودش میدونست دروغه. من یه مثالی بدارم خدمتون، یه آیت الله لاهوتی بود که اولین به اصطلاح چی بگن، نه فرمانده سپاه پاسداران ولی به عنوان روحانی بود که به عنوان بنیانگذار سپاه پاسداران شناخته میشد. بسیار مورد محبت خمینی بود و حتی من یادم این چماغکشان که اون دو سه سال اول قبل از یک کشتار کنن چماغکشان حمله میکردن، به خاطر که آیت الله لاهوتی از بنی سعد در انتخابات دفاع کرد حمله کردن به سخنرانی آیت الله لاهوتی تو رشت. من یادم خمینی تنها باری که اومد به این چماغکشا حمله کرد و انتقاد کرد، گفتش که این پاره تن منه، نمیدونم چی از این حرفا زیاد میزد، از آیت الله لاهوتی دفاع کرد. همین آیت الله لاهوتی رو لاجوردی کشتش. یه آقایی بود به نام احمد علی بابایی که من نزدیک میشناختمش، ایشون از مسئولین نهضت آزادی بود، 6 سال هم زندان بود. ایشون هم فرار کرد و رئیس دفتر آیت الله طالقانی بود، خیلی نزدیک بود با آقای لاهوتی. میگفت همون بعد از 3 خرداد چه چند روزی گذشته بود به من پیغام داد یه نفر پنهان که حالا خود منم زیاد جایی نداشتم برم و اینا، که آیت الله لاهوتی بیمارستان میخواد ببینه، بیماری قلبی داشت میخواد ببینه. میگم من و یه
یکی دو نفر دیگه حالا اسم میبرم چون هستن در غیر حیاتن، میگفت رفتیم دیدن لاهوتی. لاهوتی میگفت به ما گفتش که به من گفتش در گوشم که منو هر جور شده از بیمارستان ببر بیرون نجاتم بده، چون اینا منو میگیرم میبرم و میکشم. گفتم چی شده؟ گفت احمد خمینی، حالا شو فکر کنید لاهوتی که اینقدر دوستش داشت، احمد خمینی اومده به من میگه که آقا، یعنی باباش، گفته برو تو تلویزیون بنی صدر و لعن تن بکن و اظهار ندامت بکن، وگرنه مسئولیت تو با منی، یعنی میدم دست لاجوردی. و میگم من که اهل ندامت نیستم، بنابراین من نجات. میگم من عصبانی شدم در حضور همون چند نفر، گفتم که آقای لاهوتی ما که خمینی هم نزدیک نمیشناختیم، که شما مرتب میرفتی نجف پیششو میمدی تعریفش برای ما میکردی، حالا این شده. میگم من شما باور، میگم گریه کرد، گفت این خمینی تمام کاراش دروغ و فریب بود، من روحانیه که از نزدیک باش بودم که 70 سالمه 65 سالمه من رو فریب بود. حالا منظورم اینه کسی که به نزدیکترین آدمای خودش اینطوری خیانت کرد و فریبشون داد، دیگه حالا یه نامه نوشته بعد اومده گروگان میگیره سفارت، تا دلایل سیاسی البته داشت، آدم بسیار دروغگو، شیاد، عوام فریب و هیچ پرنسیبی خمینی واقعا نداشت.